سلام به همه دوستان عزیز من اومدم با یه ویدیوی خیلی کاربردی این ویدیو برای دوستان عزیزی هستش که داخل هلند زندگی میکنن و دنبال کار هستن و به خصوص دوستانی که دنبال کار پارتام یا همون بای بنچه هستند خیلی به دردشون میخوره من تقریبا یک هفته قبل یک سایتی رو پیدا کردم به اسم تمپر که شما اینجا میبینید و این سایت شما رو خیلی راحت با یک کاری آشنا میکنه که میتونی اونجا خودت رکوست بدی درخواست کار بکنی و حتی روز تاریخ و زمان کار رو انتخاب بکنی و برای صاحب کار بفرستی تا اون تو رو قبول بکنه و بری سر کار امروز اومدیم که ببینیم چجوری این کار رو انجام بدیم خب همونطور که میبینید من رفتم داخل گوگل و سرچ کردم تمپر سایتی که ما باید داخلش بریم و خودمون رو رجیستر بکنیم بالا نوشته ورک ور ان ویل هر جایی که کار بکن هر جایی و هر زمانی که خودت دلت میخواد خب بالا میتونیم انتخاب بکنیم آدرس رو بزنیم که دوروور خونه ما کار پیدا بکنه الان ازش میگذریم و کتگوری ها رو میتونیم انتخاب بکنیم این سایت اپ رو هم داره زمانی که شما رجستر میکنی میتونی اپ رو دانلود بکنی روی موبایلت و خیلی راحت خیلی سریع میتونی همه رو ببینی همه کارها رو خب پایین اینجای سبزرنگ نوشته ملد یا ان به بنفش نوشته شما ما برای اینکه ان ملدن بکنیم باید اول یک اکانت برای خودمون باز بکنیم به اسم خودمون به خیفنس خودمون اطلاعاتی که از خودمون داریم رو باید انجام بدیم خب من انملدن رو زدم و اینجا الان باید خیفنزم و ایمیل رو ایمیلم و آدرسم و کد پستیم و شماره پلاک خونه رو و در پایین هم باید اسم و فامیل فامیلمو که داخل آیدی کارت هم مدرک شناساییم نوشته باید پر بکنم و اون کلید سبز رنگ رو بزنم که رجیستر بشه فکر میکنم که هلندی هم میشه این سایت اما خب من انگلیسیشو انجام دادم خب به هر زیاد اونقدر پیچیده نیست و میتونیم بفهمیم که چه چیزهایی رو میخواد بعد از اینکه شما دکمه اینا رو پر میکنی و دکمه رجیستر رو میزنی برای شما یک صفحه دیگه باز میشه که شما از شما میپرسه که از مدرک شناساییتون که داخل هلند دارین باید یک عکس براشون بفرستین حالا یا آیدی کارت یا پاسپورت هر چیزی برای دوستان عزیزی که هنوز قبول نشدن متاسفانه این کار اتفاق نمیفته و رد میشن چون این که حتما باید قبولی در اصل هلند رو داشته باشین اما خب فرقی نمیکنه که نشنالیته گرفته باشین یا هنوز نگرفته باشین بچه ها من الان رفتم داخل اپ خودم من این پروفیلمه داخل اپ تمپر من اکانت دارم داخل تمپر شما تا میتونید که عکس پروفایلتون رو بذارید و در تمپر آیدی شما میتونید کلید بکنید و همه اون چیزهایی رو که پر کردید رو ببینید یا ویزخه بکنید یه چیزایی رو عوض بکنید کلا این اکانت شماست مثل همه اکانت هایی که باز می کنید داخل این اپ و زمانی که شما بخواین یک چیزی رو اضافه یا کم بکنید میتونید داخل تمپر آیدی برید برای اطلاعات بیشتر هم که پایین همش میتونید برید و نگاه بکنید خب میریم سمت اکسپلور یعنی جایی که ما باید کارمون رو انتخاب بکنیم خب اینجا شما اول در بالا میبینید که روزهای هفته هستش امروز یک شنبه 3 اکتبر اولین تاریخ هست که بهمون به داده شده که میتونیم یعنی برای فردا ما کار اوکی بکنیم اولین چیزی که شما باید فیلتر بکنی لوکیشنت هست یعنی جای فیلترینگ بزنی و لوکیشنت رو فیلتر بکنی من زدم لوکیشن مسریخت و دیستانسش رو زدم 16 کیلومتر یعنی در مسریخت و 16 کیلومتری مسریخت هر کاری که داخل تمپر باشه رو برای من میاره و وقتی شما دکمه اپلای رو بزنی اون جای سبز رنگ الان همه کارهایی که برای شما اومده و شما اینجا میبینی داخل مصریخ و اطراف مصریخ تا 16 کیلومترش هست این خیلی به درد میخوره چون که اگه شما این فیلتر رو انجام ندی برای کل هلند میاره و این کار شما رو سختتر میکنه خب من مثلا برای دوشنبه تاریخ دوشنبه رو انتخاب کردم وقتی روی اون تاریخ بزنین میاد و شما میتونین که انتخاب بگوین خب من مثلا میگم من میخوام دوشنبه کار بکنم چهار اکتبر مانده چهار اکتبر اولین چیزی که برای من میاد کاری که برای من ارائه میشه پیشنهاد میشه کیترینگ هستش که داخل رستوران هست یک کیلومتر با مصریخ فاصله داره یعنی دقیقا داخل سنتروم مصریخ هستش و اسمش باسیون هتل مسریق هست داخل یک هتلی هست سمت رستورانش کیترینگش ساعت کاری که برای شما در نظر گرفته هفت تا دوازده هستش هفت صبح تا دوازده ظهر که تقریبا میشه 5 ساعت خب در این پنج ساعت شما اون مبلغی که سمت راست میبینید اون مبلغ ساعتی هست یعنی شما هر ساعتی این مبلغ رو دریافت میکنید من تا الان سال هاست که داخل هلند زندگی میکنم و ندیدم کاری رو که هم انقدر راحت بتونی به دستش بیاری و هم انقدر پول ساعتیش زیاد باشه حقوقش زیاد باشه از نظر من یکی از بهترین زمانی که من این سایت رو باش آشنا شدم گفتم حتما باید به شما معرفی بکنم و زمانی که شما یکی از این کارها رو به برای خودت اوکی میدونی مثلا کیترینگ پایینش نوشته بدینینگ یعنی همون رستورانداری یا تمیزکاری یا هر چیز دیگه ای خب خیلی وقتی داخلش برین از هر نوع و کار هست و کارهایی هم نیست که زیاد اسپشیالیست باشه یا نیاز به مدرک داشته باشه در حدی که شما زبان رو بتونی بفهمی نه حالا خیلی هم خوب همین حد که شما متوجه بشی و بتونی به مقداری صحبت بکنی و منظور تو به صاحب کارت یا به کلی خواهد برسونی از نظر اینا کافیه و زمانی که شما میگی خب اوکی من میخوام که این کار رو درخواست بدم میزنی روی تصویر باز میشه برات و شما اینجا اینفوهای بیشتری داری شما الان شیفت رو فقط دوشنبه انتخاب کردی ما میتونیم مثلا بگم خب اوکی من سه شنبه هم کار میکنم چهار شنبه هم کار میکنم پنج شنبه هم جمعهم. همین ساعت همه هم ساعتاش نوشته زمانی که شما میخوای این کارو بکنی همه رو تیک میزنی به این صورت همه رو تیک میزنی و قشنگیش اینجاست خیلی دودله که این سایت برای شما پایین اگه ببینی کنار کانتینیو که به سبز رنگ در اومده کلا پایین صفحه شما سمت چپ میبینی که نوشته 450 یورو برای 5 شیفت شما این پنج روزی رو که زدی که از ساعت هفت صبح تا دوازده ظهر کارت هفت شروع میکنی و دوازده تمام میکنی هر روز پنج ساعت شما پنج روز کار بکنی 450 و یورو حقوقت میشه و من خودم فکر میکنم اگه شما به عنوان یک استیودنت که بخوای یه بای داشته باشی بری دنبال کار خیلی کمتر از این پول در میاری در پایین در جای رول رولز اند ریکولیشنز دو تا نکته هست که باید مواظبش باشین زمانی که شما یک کاری رو انتخاب میکنی و میری ریکوست میدی که آره من این کار رو انجام میدم و منتظر این هستی که صاحب کار به تو اوکی بده و بعد حالا یک اتفاقی میافته که تو خب نمیتونی بری سر کار تا 48 ساعت قبل از شیفتت باید بری داخل همین اپ و کنسل بکنی کارت رو یعنی اون شیفت مال تو زمانی که صاحب کار تو رو میپذیره و اگه داخل 48 ساعتی که به شیفت تو مونده بخوای اون رو کنسل بکنی جریمه میشی و جریمهش 100 یوروه یعنی شما باید بپردازی زمانی که شما داخل داخل 48 ساعت کنسل بکنی یک جریمه ای رو باید بپردازی و اگر حالا من مثلا اگه مثلا برای سه روز قبل اوکی بکنم و فردا پشیمون بشم و کنسل بکنم اوکیه چون من هنوز بیشتر از 48 ساعت دارم تا زمانی که شیفتم شروع بشه و دومین نکته دایرکت پیمنت ویتینس 3 days available یعنی پیمنت شما پولی که به شما پرداخت میشه حقوقتون داخل سه روز هستش یعنی شما اگه الان کار بکنید تا سه روز دیگه پول الانت داخل حسابت هست و این خیلی عالیه برای دوستانی که حالا بیشتر برای سیودنت ها هستین بچه ها چون که شما با این سایت نمیتونی فول تایم کار بکنی یعنی یه ذره حالا سخت میشه ریخلین کردنش این که خب یعنی باید شما دونه دونه بیای اینجا و اوکی بکنی و مثلا من الان این 5 رو انتخاب کردم و میخوام کانتینیو کنم بفرستم برای صاحب کار معلوم نیست که همه این پنج رو از من قبول میکنه شاید مثلا بگه که دو روزش رو بیا فلان روز و فلان روز مثلا من تو رو لازم دارم به خاطر همین معلوم نیست و دوستانی که میخوان فول تایم کار بکنن یه ذره برنامهشون یکم عوض میشه اگه این با این سایت بخوان برن جلو یه ذره درد سرش بیشتر برای اونا بیشتر یعنی بهتر اینه که برن و یه کار رو پیدا بکنن که تقریبا همون باشه و کنتراکت ببندن قرارداد ببندن و زمانی که شما کانتینیو رو میزنی اینجا اسکیلز ها میاد یعنی یه ذره شما اطلاعاتی باید در مورد خودت بدی و خب حالا مثلا آلمانی بلد، انگلیسی بلدی، هلندی بلدی و حالا مثلا هر چیزی که شما اینجا میبینید مثلا های اسپید یعنی سرعتت زیاد داخل کار یا سریوس هستی جدی هستی اینا رو میتونی خود تیک بزنی به عنوان اینکه من این چیزها رو دارم و کلوزینگ رگولیشنز که شما باید در از اینها رو بفهمی که با هر لباسی نمیشه بیای سر کار ولی لباس خاصی هم نداره و مهمترین چیز کفشه که باید سیف باشه تا بتونی که راحت تر به حال کار بکنی من به خاطر اینکه الان نمیخوام این کار رو رکوست بدم بهشون خب این کار اونو اوکی نکردم و به خاطر همین اومدم ازش بیرون اما شما همون رو اگه کانتینیو بزنی و همش بری داخل بری جلوتر رکوست شما به صاحب کار فرستاده میشه خب دو تا نکته دیگه هست که من ترجیح میدم در یه ویدیوی دیگه براتون توضیح بدم اولی در مورد اینکه مدرک شما رو قبول میکند یا نه و دومی در مورد بتو نومر هستش که شما باید درخواست بدید از خمینته این دو تا نکته رو من در درس یعنی در ویدیوی بعدی حتما براتون میارم با رسم شکل که براتون واضح باشه امیدوارم که استفادهش بکنید و ازش لذت ببرید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار